یک قصه کهنه میخوام اینجا خدمتتون بیارم بیرون و اون ماجرای کربلا هست، آدمایی که کشته شدن و ریزکاری هایی که شاید تا حالا نشنیده اید از الواقعی خدمت رو میکنم. و چند نکته هست که راجع است به مال دنیا و اینها. یکی سخنان عباس هست، عباس ابن علی حضرت عباس، خیلی جالب هست، من براتون میخونم. شما توجه کنید که داستان داستان قدرت زر و زور بوده، داستان داستان همه این هجوم ها و این چیزها زر و زور بوده. ببینید که چه گفته است مورخ. حالا من وارد اون قضایایی که حضرت حسین رو کشتن و اینها، لیستی داده از کشته شدگان میخونم خدمتتون. میگوید یک، حسین ابن علی ابن ابی طالب که خدا از او خوشنود باد، او را سنان ابن انس نخعی کشت و خولی ابن یزید اسبهی نفرین شده سرش را از پکر جدا کرد. که خولی تلفظ عربیش جز این است، حالا برای سهولت ما میگویم خولی. خب دو، عباس ابن علی یا عباس اکبر که او را زید ابن فلان فلان از قبیله تی کشت، میگوید که 3 و 4 جعفر اکبر و عبدالله پسران امیر المؤمنین علی که هر دو را هانی ابن حضرمی کشته است. عباس به دو برادر خود جعفر و عبدالله میگفته است پیش از من به جنگ روید که چون کشته شوید میراث شما به من برسد و چون من پس از شما کشته شوم فرزندانم از من میراث ببرند و اگر من پیش از شما کشته شوم و سپس شما کشته شوید میراث شما به محمد حنیفه خواهد رسید، میراث بر شما محمد حنیفه خواهد بود. اونجا حساب پول بوده، میگوید شما کشته بشین، شما برین جلو، شما که کشته بشین میراثتون به من برسه، بعد من میرم کشته میشم میراثم به بچه‌ام میرسه، ولی اگه من برم کشته بشم میراث من به شما میرسه و چون شما بچه ندارید اون برادر دیگرمون محمد ابن حنیفه پولا رو میبره. جالبه نه؟ این خمینی یه حساب شماره 100 باز کرده بود و در وصیت‌نامه‌اش من 4 آیت الله معلوم کردیم که پولهای من رو نگهداری کنن، حیف که توی قبر نمیتونست ببرد. منتظری میگوید پول برق نمیداد تا اینکه مأمور شهرداری با امر دستش اینا میامد برق قطع کنه، اون موقع با دست لرزان از چیز از زیر دوشکش 10 تومانی چیزی در میداد به مأمور برق. یاقی بود. خب بس حضرت عباس به برادرش میگفته که شما برین کشته بشین میراثتون به من برسه، من که کشته بشم میراثم به بچه‌ام میرسه. بله. خب بعد نفر پنجم عثمان ابن علی. این عثمان ابن علی بیچاره که جز شهدای کربلا است، هرگز آخوند رافضی نام این شهدا رو نبردن. یکی عثمان ابن علی، یکی ابوبکر ابن علی. بارها گفتم شما از این آخوندا بپرسید که آقا این چی شد این عثمانی؟ عثمانم که مثل عباس پسر علی بود که، پس چی شد؟ مثل حسین پسر علی، پس چی شد؟ فقط چون اسمش عثمان بوده. عثمان ابن علی که خولی ابن یزید تیری بر او زد که او را از پای در آورد و مردی از خاندان فلان سرش از پیکرش جدا کرد. ابوبکر ابن علی که گفته می شود با ضرب خوردن به گیجگاهش کشته شد بیچاره. محمد اسخر ابن علی که مادرش کنیزی بوده است و مردی از خاندان فلان او را کشته است. علی اکبر ابن حسین که او را کی کشت؟ عبدالله ابن حسین، جعفر ابن حسین، ماشاءالله اینا کثیر الاولاد بودند. عبدالله ابن حسین که او را حرمله کاهلی از قبیله بنی اسد کشته است. این ابو عبدالله که میگوییم در واقع چون این عبدالله اون بچه کوشش ماهه که بغل حسین بود و داستان رو میگن علی اصغر نبود، همین عبدالله بود، چون علی اصغر همین امام زین العابدین هست
که بیمار بوده اینها. باری و مطلب دیگر که اینجا شایسته ذکر است خدمت شما عرض میکنم که ببینید که اینها چگونه آدم هایی بودند. وقتی که دندان اینها برای مال تیز شد و دزدی گروهی زیر سایه اسلام جای دزدی انفرادی رو گرفت، دزدان بیابان جمع شدند. اسلام رو چه کسانی بردند؟ به اینجا و اونجا دزدان بیابان، آدم های درست حسابی که نمی آمدن برون دزدی بکنن. خب بین اینا آدم حسابی بود، مردمان آزاده بود، شعرا بودن، متفکرین بودن، دزدان بیابان هم بودن. و این دزدان بیابان جمع شدن برای غارت، یه پرچم اسلام هم داشت. حالا ببینید چیکار کردن با حسین، چیکار کردن. و چون حسین که خدایش از او خوشا کشته شد، سلاح و جامه و خیمه و خرگاهش را به تاراج بردن. البته به سنت جدش باش این کار کردن، چون این سنتی بود که رسول الله گذاشته بود، فراموش نکنیم که قانون کی گذاشته بود. به سنت جدش کار باش کرد. شمشیرش را فلانکس و شمشیر دیگرش را جمعی ابن فلان، شلوارش را بحر ابن کعب تمیمی بدبخت نفرین شده در رو بود، یعنی شلوارش هم از پاش در بردن بیچاره را، به پیکرش را برهنه رها ساخت. قطیفه او را قیس ابن احجس ابن قیس کندی به تاراج برد و از اون پس او را قیس قطیفه می گفتن. کفش های او را اسفد ابن خالد عودی به تاراج برد و عمامهش را جابر ابن یزید. شب کلاه او را که خز بود مالک ابن بشیر کندی در بود. مردی از عراقیان در حالی که میگریست، این نکته جالبی است، مردی از عراقیان در حالی که میگریست زیورهای فاطمه دختر حسین را از تن او بیرون میکشید. فاطمه میگفت چرا میگری؟ گفت زیور دختر رسول الله را میدزدم، گریه نکنم. گفت رها کن. پاسخ داد ترسم از آن است که دیگری بدزدد. هم میدزدید هم گریه میکرد. گفت آقا چرا میدوزی؟ گفت بخاطر دلم برای شما میسوزه. گفت خب ندوز. گفت من ندوزم، یک کسی دیگه میدوزه. استدلال رو ببینید. آری اینم نکته ای بود. بعد از این هم چند نامه از رسول الله میخوانیم که به اینجا و اونجا نوشته است و تهدید کرده است اگر پول ندهید چنین و چنان میکنیم. در این الواقعی اینها رو همه آورده. بعد نیست شما بدانید تاریخ این آقایون رو بدانیم که اینا چگونه میزیستن. انتظار از آخون نداشته باشیم. اگر که ما توانستیم بفهمیم که نه ارتباطی با خدا بوده است هرگز، نه جبرئیل از آسمان آمده است، اینها یه مش آدم‌های زمینی بودن، عین همین آخوندها بودن. بعضیشون بهتر از این آخوندها بودن، بعضیشون هم بدتر از این آخوندها بودن. شاید یک روزی بتوانیم اون ذهنیت رو پیدا کنیم و اون عقلانیت رو پیدا کنیم که از شر اینها خلاص شویم. وگر ما باورمند بمانیم به این که بله اینها دستورات الهی است، آدم کشی و شلاق زدن و دزدی و اینها الهیست، تا ابد اسیر اینا خواهیم ماند. حالا یه آخونده خوب، آخونده بد، آخونده گرد، آخونده دراز، آخونده خندان، آخونده گریان. خب اجازه بفرمایید برای مالکشان محترم و اون سید طباطبایی که من خیلی خدمتشون احترام دارم، این مرد محترم، خب بالاخره یه عمری سرمایه گذاری کردن این دوستان ما که ریشی دارن و موشون سفید شده و در اینو سرمایه گذاری نکنه، این بگیم دروغ باشه، اینا ما ضرر کردیم. آقا یه عمری ما دولاباز شدیم، حالا بگیم که اینا درست نیست؟ باید بریم آقا، این کسب برشکست میشه، این کسب دروغ. ببینید این نامه ایست که رسول الله، حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نوشته است به یک بش رعیت بیچاره کشاورز. ببینید چگونه سخن رانده این داستان، که انه داستان خمینی است. زرن و فلشاتو زمان مدی مکه و بعد خمینی بر قدرت، بکشید دشمنان اسلام را، نابود کنید دشمنان اسلام را. نپرسید ببین آقا چند تا زندانی هستن، چه کسانی زندانیشون کشیدن، چه کسانی گناه. سه جنایتکار فرستاد اونجا، چندین هزار بچه های ایران رو دار کشیدن این آخوندها
به فرمان همون آقا نابود کنید دشمنان اسلام را. خب این نامه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست. به سلامت باشید. خیلی خوب. به مردم ایله و ساکنان کوهپایه چنین مرقوم فرمود. اینا حرف من نیست ها، اینا قدیمترین مورخ اسلام نوشته است، من برای شما میخوانم فقط. به سلامت باشید. من برای شما خداوندی را که خدای غیر از او نیست میستایم. من با شما جنگ نکردم تا اون که برای شما نامه بنویسم. خب من حمله نمی کنم اول غارت کنم، دارم نامه بنویسم. اول با زبون خوش پوله رو بدی، گندما و جوا و اینا رو بدی، وگرنه میام سراغتون. با شما جنگ که به نامه بنویسم. اکنون مسلمان شوید یا جزیه بپردازید و از خدا و رسولش و فرستادگان رسول پیروی و فرمانبرداری کنید. داستان استبداد دیگه. آقا استبداد معنیش چه چیزیست؟ آقا بنده نمیخوام از خدا و رسولش پیروی کنم، تکلیف هم چیست؟ مثلا میگم نه خیر، فایده نداره. فرستادگان منا گرامی دار و جامعه های نیکو به ایشان بده و زید را هم جامعه نیکو بپوشان تا هنگامی که فرستادگان من از شما راضی باشند من هم راضی خواهم بود. رسول خدا میفرماید یه زورگویی از این بدتر دیگه، شما اگه سراغ داری مامان نشون بدید. آقا میزان جزی هم معلوم است، اگر میخواهید که زمین و دریا در امان باشد از خدا و رسول اطاعت کنید و در این صورت محفوظ خواهید بود و لازم نیست هیچ مالیات دیگری غیر از اون چه حق خدا و رسول است بپردازید. و اگر فرستادگان مرا نپذیری و آنان را راضی نگردانی هیچ عذر و بهانه‌ای از شما نخواهم پذیرفت. اینجا در اوج قدرت، عرض کردم قدرت فاسد میکنه آدم رو، قدرت با فساد توأم است. این پیدایش دموکراسی و قانون و عرض میکنم این داستانها و انتخابات برای این هست که قدرت در دست یک نفر جمع نشود، حتما و قطعا فاسد خواهد شد. حالا فساد تعریف داره. خب میگذاریم، من وارد قضیه میشم. خب و لازم نیست خیلی بپردازیم. و اگر فرستادگان مرام نپذیری و آنان را راضی نگردانی هیچ عذر و بهانه‌ای از شما نخواهم پذیرفت و به شما حمله خواهم کرد و در اون صورت کودکان را اسیر و مردان را خواهم کشت. رسول الله می فرماید این آقا رو دیدید این مرد محترم؟ آقا اینها با کسی جنگ نکردن که، اینا دفاع می کردن، یک دروغ می گویند و الفرار. آقا بیاین ببینیم کدام جنگ رو که کی به اینا حمله کرد؟ هیچ کس به اینا حمله نکرد. اینها بودند که حمله میکردند، دستگاه ترور در مدینه بود آقا، مثل همین داعشی ها بودند، ولی بلکه یه پای بدتر. هر که جز ما نیست میکشیم، زن بچهش هم اسیر میکنیم بیاریم میفروشیم. خب از جهت که هیچ عذر نخواهم کرد و با شما جنگ خواهم کرد، کودکان را اسیر و مردان را خواهم کشت. من به حق فرستاده و رسول خدایم، به خداوند و کتاب‌ها و رسولان او ایمان دارم و به مسیح ابن مریم ایمان دارم. من معتقدم که او کلمه خداست و او را رسول خدا می‌دانم و پیش از اون که بدبختی شما را فروگیرد تسلیم شوید و من به فرستادگان خود درباره شما سفارش کردم و هر مله سه خروار جو بده. حالا ببینیم بدبخت بیچاره چقدر باید زحمت بکشه تو اون بیابون‌ها و عربستان، چه آبیاری فلان یا دین، سه خروار جو بده به هرمله، به هرمله سه خروار جو بده که او برای شما شفاعت کرد و اگر به خاطر خدا و این موضوع نبود با شما مخاطبه نمی کردم، یعنی حمله می کردم، تا اون که ناگاه خدا در مقابل سپاه من ببین. اگر از فرستادگان من اطاعت کنید خداوند و محمد صلی الله و مسلمانان شما را پناه می دهند. فرستادگان من عبارتند از شرحبیل ابن عبی حرمله و حریث ابن زید تائی
و اونا هر حکم فرمانی صادر کنند من به اون راضی هستم و در اون صورت در پناه پیمان خدا و محمد خواهید بود اگر فرمان دار باشید چنین و چنان. این کتاب پر این نامه هاست، پر از این نامه هاست. این بخشی است از جلد اول کتاب طبقات از محمد ابن سعد کاتب واقدی که نسبتش با روزگار صدر اسلام مثل نسبت ماست به ناصرالدین شاه که پدران ما یادشون بود از روزگار ناصرالدین شاه. این خبر غلطی وارد این واقعی نشده، چون مصاحبه ها کرده و چندین هزار نفر رو بیوگرافیشون نوشته، زندگی نامه چندین هزار نفر از اینا رو نوشته. اینم بخش نامه هاست به این سو و اون سو. بعد از فتح مکه یه قدرت به اونجا رسیده بود که عرض کنم که اینطور قلم رو به کار می بردن. حالا به اون دوستمون بگین مالت رو برده بیار، مالکتان محترم. بله، ماله و گل رو بیارید بکشید روش، حسن یا جای نمیره. اگر که خدا یاری کند، چون این کاری که دست ما بوده در این چند سال رو به اتمام است، بنده یک اسلام شناسی به وجهی که باید، یعنی اون روده اسلام که این محققین ما به اون اشاره‌ای نکردن، مثل همین نامه، یه اسلام شناسی حقیقی بنده خواهم نوشت و مآخذ تاریخ‌های اسلام، نه تاریخ 300 400 500 600، نه تاریخ‌های مربوط به هزار سال پیش. به صورت جیبی هم فکر میکنم بد نباشه یه نوعش رو منتشر کنیم، در جیب همه باشد، فراموش نکنند که این داستان چه چیزی بود است و چه چیزی هست. اسلام شناسی ما باید اینها رو بشناسیم، ما بایستی اینها رو بشناسیم، چگونه میزیستن، از کجا زندگی میکردن اینها، و بعد فهم آخوندها و حرکاتشون و جناتشون و اینها برای ما آسان خواهد شد، مشکلی نخواهیم داشت. هموطنان گرامی نازنین، خدمت شما عرض کنم که صحبت ها هست در جلسه که خدمت آقای فروزنده بودیم. حالا این یک نمونه کوچکش بود، هر روز یک عده‌ای زنگ میزنن با ما صحبت میکنن که آقا یک کاری بایست کرد. گفتیم آقا کاری که خیلی دیر شده، 30 سال پیش بایستی کار کرد. کارها از زمانی آغاز شد که روح الله خمینی دستور تیرباران افسران ایرانی رو بر پشت بام داد. ما در خواب بودیم، از همونجا بایستی مقاومت شروع میشد که به چه دلیل، وقتی به چه دلیل شما این افسران ایرانی رو کشتید؟ معنیش این بود که من دیکتاتور ایران هستم و جان مردم در اختیار من است و من قانون نمیفهمم. به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ نه تنها معترض نشدیم، بعضی از ما هم تبریک گفتیم و تهنیت گفتیم و امام دست درد نکنه کشتی بارکلا آیت الله آدم کش. آیت الله هم که نبود، حجت الاسلام آدم کش. باعثی از اون زمان شروع می شد، بسیار دیر شده. اما این واقعا مایه یه ننگ است که وضعیت در مملکت ما، وضعیت عدالت و کشورداری و رابطه این دولت با مردم و عمل کردهاش و سابقهش بگونه ایست که کلیت کشور و تاریخ و فرهنگ در خطره و اخلاق عمومی در خطر هست و کشور ما در منتها درجه، یعنی در اسفل و سافلین فساد اخلاقی داره اداره میشه مثلا و هیچ خبری هم نیست. 5-6 میلیون نفر ایرانی خارج از ایران آزادی عمل دارند
گفت ما عده و عده کافی هستیم آقا، کافی و وافی هستیم برای یک تشکیلات مهم و بزرگ، برای اینکه در واقع این چراغ عدالت خاموش نشود، هیچ صدایی از بیرون جز یک مش اخبارگو نشستن و یک مش آدم نشستن حرف میزنن و اینها، از اینجور سخنان هست. باری ما هم که در خدمت شما از سال 2000 در تلویزیون بودیم، 10 سال قبلش هم در رادیو بودیم، قبلش هم از سال 1981 ما وارد این مرحله از زندگی خود شدیم. این بی‌عدالتی رو نمی‌شود تحمل کرد، هیچ چیزی سخت‌تر از تحمل بی‌عدالتی نیست. همین چند دقیقه پیش با دوست عزیزم پژمان که صدا شنیدید و همینجا نشسته از صحبت می‌کردیم که چگونه چند برادر زرتشتی بودند، نامشون یادم، نامشون چه بود؟ برم روزه یگانه بی صاحب که همسرشون. بله، اینها کار تولید میکردن، سرمایه دار بودن، ریختن آخوندها و اموال اینها رو، عرض کنم که مصادره کردند و بیچاره کردند و به زندان انداختند و اینها. مقصود این که مردم ایران رو بیچاره کردند و یک مش اجامر و اوباش و چاقوکش از خودشان آوردن و اینا صاحب سرزمین ایران هستن و این ساکت نشستن بسیار بسیار مشکل است، واقعا بسیار بسیار سخت است، دردناک است این وضعیت داخل ایران. تحمل این وضعیت برای کسی که وطنش رو دوست داشته باشه و به انسانیت ارجی بنهد، اینها بسیار مشکل است. این است که وطنان صحبت میکنن، ما در واقع تا بدین لحظه که از سال 1980 تا کنون بیش از 30 سال است که عمر خود رو در این راه گذاشتیم. حالا ببینیم از این به بعد چه باید کرد. اگر قرار باشد که کاری انجام بشود، به عرض شما هموطنان گرامی خواهیم رساند. چه میزان وقت داریم کامران جان؟ 5 دقیقه وقت داریم. عرض کنم که از کامران ممنونم بابت ترجمه سخنان این دوست عزیز، این آقای دوست عزیز، آقای مأمور سیاهی که آمده سر صداشون در آمده. و خدمت شما عرض کردم که بیشترین شری که در منطقه هست به جهت آن است که دولت آمریکا بدون قید و شرط اونقدر پشتیبانی کرده دولت اسرائیل و تحقیر مسلمانان و شکست پی در پی که این رادیکالیسم به وجود آمد. و این آمریکاییان اشتباه میکنن معمولا، مردمان یعنی دولت هاشون عرض میکنن، اینها بدون شناخت مردم منطقه شروع میکنن ماشاءالله به بمباران و اینها. انگلیس ها جز این بودن، بدون جنگ دنیا رو گرفتن انگلیس ها. چرا؟ بزرگترین دانشمندان در اختیار این انگلیس ها بود، آقا شرق شناسی. شما فکر میکنید دلشون برای شرق سوخته بود؟ نه، میخواستن ببینند که این مردمی که میخواهم ببینند و اونا رو در واقع مستعمره بکنن، کشورشون رو عوام روشون بکنن، چگونه مردم این از طریق دانش میرفتن، از طریق شناخت میرفتن. این مایه ایران شناس و هند شناس و اینها که در اختیار اینها بود، در اختیار هیچ موقع نبوده، به خصوص در میانه قرن 19 بزرگترین شرقشناسان اونجا بودن. یعنی عمق روانشناسی و تاریخ زبانهای قدیم منطقه اینها رو میدانستن و بعد اقدام میکردن. این برادران آمریکایی ما اینها هر شبت که متکی هستن به بمبهای خیلی خیلی بزرگ و هواپیماهای خیلی خیلی گنده. و در همین ماجرای ویتنام آقای لیندون جانسون بود، یه تعداد اندک آدم کندی فرستاده بود برای در تعلیمات اینها، سپاهی نفرستاده بود جان اف کندی. و وقتی که لیندون جانسون آمد، یک
تیمی فرستاد به ویتنام که آقا ببین اگه جنگ بشه وضعیت ما چگونه است. هیچ دانشی راجع به مردم ویتنام نداشتن که اینا چگونه مردمانی هستن. اینا اومدن گفتن آقا اینا هیکلاشون خیلی کوچاست، رابر رئیس‌جمهور کوتولو ضعیف، یه مش اسلحه قدیمی هم دارن، اینا ما 90 روزه خلاصشون میکنیم. ولی غافل از گردش روزگار، بعد از 10 سال جنگ 60,000 آمریکایی کشته. اینا فقط در دره لاوس 170 میلیون بمب ریختن که یک سومش هنوز منفجر نشده، هر روز داره منفجر میشه، این آخرش هم با شکست و فرار. اینا در عراق رفتن، مایه ننگ از که یک سناتوری که 30-40 سال در سناس آمده میگوید که ما که نمیدانستیم شیعه و سنی هست. باری این نادانی این دولت ها در باب این روحیات و فرهنگ منطقه سبب شده است که این شر به پا شود و عرض کنم که این رادیکالیسم اسلامی و این آدم کشی ها و این فساد و نفاق و اینها قبل از این دخالت ها بدین وجه نبود، روز به روز هم بدتر شده است. باری وقت ما در اینجا هموطنان گرامی به پایان رسید. با سپاس از پژمان عزیزم که اینجا نشستن و تشریف آوردن دیدار کنیم و کامران گرامی و شما دوستان هموطن، دوستان هموطن در هر جا که هستید، برنامه رو میبندیم و تا برنامه دیگر شما رو به خداوند بزرگ ایران زمین سپاریم. خدای ما فرق میکند، هر کسی خدای خودش رو داره. خدای عربا به درد ما نمیخوره، نه میشناسیمش، نه حرفاشو میفهمیم، نه ذهنیت ما رو داره، نه او ما رو میشناسه. این نمیذاره این الله مدینه مال اهل مدینه باشه. ما خدای خودمون رو باید پیدا کنیم، پیدا کرده بودیم. باری تا برنامه دیگر، درود بر شما جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.